سال نیازمندی اساسی مردم افغانستان به شمار می رود، اما تمام کوشش ها در زمینه سال از دیر زمانی تا به حال نتیجه آنچنانی که بتواند سال سراسری را در کشور تامین کند در پی نداشته است. این مسئله سبب نگرانی شهروندان کشور نیز شده است. چند پیش رئیس جمهور در رابطه به روند سال گفته است که باید این روند بازنگری شود. حالا اینجا شبکه زنان افغانستان از کمرنگ بودن زنان در روند صلح نگران هستند و خواهان نقش بیشتر زنان در روند صلح هستند. بحث مردان است، تصامیم مردان است در افغانستان، اراده سیاسی وجود ندارد از طرف حکومت وحدت ملی. معلومه که در پیشتر آن گفتم بیانیه ها بسیار مقبول است، صحبت ها بسیار خوب است، اما عملی کردن از اونها بسیار کم دیده میشه. و در 7 جولای اولین مذاکره رسمی صلح بر متفقنده بود که هیچ زن در مذاکره حضور ندارد. مسئولان در شبکه زنان افغانستان میگویند تا زمانی که پاکستان روند صلح را رهبری میکند دوست ندارد که زنان افغانستان نقشی را در روند صلح کشور داشته باشند. آنان میگویند اگر رهبری روند صلح از پاکستان گرفته شود و به کشور دیگر داده شود، میتواند روند صلح کشور مؤثر و به نفع مردم افغانستان تمام شود. تا زمانی که پاکستانی رهبری میکنه، هرگز پاکستان نمیخواد که زن افغانستان برآوردن صلح نقش داشته باشه. به این نظر هستم که ما رهبری یا لید صلح را از پاکستان باید بگیریم. دیگر کشورهای منطقه هستن که نقش بسیار اساسی را بازی میکنن برآوردن صلح در افغانستان. اگر رهبری صلح از پاکستان گرفته شود و کشورهای دیگه منطقه برآوردن صلح در افغانستان نقش بازی کنن، من فکر میکنم اونها نقش آفرینای خوب برای صلح خواهد بود بدون از پاکستان. شبکه زنان افغانستان میگوید که دور اول مذاکرات صلح در پاکستان به دلیل نبود زن در این روند برای زنان افغانستان تکان دهنده بود. شبکه زنان افغانستان میگوید به تازگی 5 استراتژی را برای نقش دادن به زنان در مذاکرات تهیه کرده است. در این استراتژی به چگونگی نقش زنان در روند صلح تاکید شده است. استراتژی کجا یاد شده؟ دیش استراتژی ها بیشتر تاکید به است که ما بخوایم دولت هم مصمم به این بسازیم، وادار به این بسازیم که از مشارکت زن ها در روند صلح چشم پوشی نکنند. مسئولان در شبکه زنان افغانستان میگویند قرار است این استراتژی با حکومت، نهادهای بین المللی شریک شود تا زنان بتوانند نقش بهتر و بیشتر در روند صلح افغانستان داشته باشند.